رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن. رمضان شوق اطاعت، از گناه کنده شدن. رمضان بهار و روح به خدا پیوستن. رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن. سلام و وقت همه شما بخیر. بینده های عزیز، خیلی خوش آمدین. فرارسیدن ماه مبارک رمضان به همه شما مبارک باد میگم. انشاءالله طاعت عبادات همه تان قبول درگاه حق شود و دعاها و همه مرادهایی که داریم برش برسین و مستجاب شود نزد خداوند متعال. انشاءالله دعا میکنیم به برکت ماه مبارک رمضان، یک فضای امن و آرامش در وطن ما بیاید، صلح پایدار در وطن ما بیاید و بتانیم همگی ما در وطن خود ما به فضای امن و آرامش زندگی بکنیم. خیلی خوشحال هستیم در اولین روز ماه مبارک رمضان ما هم داریم برنامه و با شما هستیم تا ساعت 2:30، چون ماه مبارک رمضان است. خیلی خوب میشه امروز صحبت ها هم در رابطه با ماه مبارک رمضان باشه، اینکه وقت ماه مبارک رمضان آمده، پس چگونه استقبال بکنیم از ماه مبارک رمضان، مسئولیت های ما چی هست و این استقبال ما چگونه باید باشه. امروز روی همین موضوع صحبت میکنیم. موضوع خیلی خوب، موضوع جالب است، پس با ما همراه باشین. لحظات بعد اگر خواستین که تماس بگیرین، چیز سوال دارین در رابطه با ماه مبارک رمضان، میتونین که تماس بگیرین و 0220-2210-93 هم فعال میشه و ما در خدمت شما هستیم. استاد سید یعقوب همدرد، استاد دانشگاه، امروز با ما در برنامه هستن و در رابطه با استقبال ما از ماه مبارک رمضان استاد صحبت ها را دارن و صحبت های اونا را میداشته باشیم. سلام بر شما، تبریک میگم ماه مبارک رمضان. استاد به شما خیلی خوش آمدید. تشکر، سلامت باشیم. همچنان ماه مبارک رمضان بر شما، کارکنان تخنیکی شما و امت رنجیده و بیچاره و مظلوم افغانستان تبریک میگم به امید قبولی طاعات و عبادات شما از بارگاه حق. سلامت باشین. استاد، قبل از اینکه روی استقبال ما از ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم، یک معلومات کلی در رابطه به ماه مبارک رمضان، فضایل ماه مبارک رمضان خیلی کوتاه از شما میشنم. تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشکر میکنم، مرا دعوت کردین. با امید از اینکه ماه پرفاید و پربرکت داشته باشیم و از ما خوش برود، ما چه قسم استقبال کنیم. برنامه بسیار خوب است که ما از رمضان چه قسم استقبال کنیم. آیا صدر اسلام استقبال میکردن، صحابه میکردن؟ خب روزه را اول یک تعریف داشته باشیم که روزه چی است، رمضان چی است، صوم و صیام چی است. الفاظ مترادف است. روزه، وقتی که ما میگیم روزه، در لغت به معنی خودداری را میگه، امساک و خودداری را میگه. در اصطلاح امساک و خودداری از خوردن، نوشیدن، لذایذ جنسی و دوری از امور منفی اخلاقی توأم از چی وقت؟ از طلوع صبح صادق تا غروب آفتاب، به نیت روزه داشتن، که نیت مهم است، نیت روزه داشتن. و همچنان برمیگردیم به اینکه روزه، فرق روزه های با رمضان چی است. خب رمضان، الله تبارک و تعالی در قرآن میفرماید شهر رمضان، یک شهر است، یک ماه است، از ماه های قمری، از 12 ماه یک ماهش رمضان است. ویژه ماه ها است که الله تبارک و تعالی خیلی ارزش به این قائل شده. الذي انزل فيه القرآن، او یک ماهی است که در این رمضان قرآن نازل شده و صحف موسی، صحف ابراهیم و دیگر صحیفه های دیگر پیامبران و همچنان تورات، انجیل در این ماه نازل کرده. خب درهای بهشت در این ماه باز میشه، یکی از ویژگی این ماه رمضان است. درهای دوزخ بسته میشه و شیاطین بسته میشه. بنابراین در کل گفته میتونیم که صوم و صیام در کل یکی هستند، اما حرکتی که ما و شما میخواییم که انجام بدیم که بستن دان است از خورد و نوش و امثال هم، و ایره هم روزه میگن. و شهر رمضان که است، رمضان فقط همی شهر را میگن که نمی کارا باید در شوه که از طرف الله تبارک و تعالی فرض کرده شده برای ما و امتهای گذشته همچنان بوده. دقیقا. حالا از تعریف روزه یاد کردین استاد، خیلی خوب میشه روی حکم روزه همچنان بگوین و اینکه چون همگی میدانن ولی یک تعداد که معلومات ندارن، خوب است ولی اینکه بدانیم ولی کدام اشخاص روزه فرض است. سلامت باشه. حکم روزه در قرآن کریم فرض است، در احادیث نبی فرض است. به این آیت قرآن کریم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای کسانی که ایمان آوردید روزه بالای شما فرض کرده شده. کتبه به معنی فرضه، فرض کرده شده بالای شما روزه. کما کتب علی الذین من قبلکم، چنانچه در امت های گذشته هم چنان روزه فرض بود.
لعلکم تتقون. خود در کل هم اونا هم شما تا به چی برسید؟ تا به تقوا برسید. تقوا چی است؟ معرفت الله در کل. اگر ما بگیم تمام عبادات استوار به تقوا است، تقوا شناخت الله است. وقتی که الله را شناختی دیگه منحرف نمیشی و از الله از چی تو از تو چی میخوای. خب میایم سر حکم از دی که در حدیث در قرآن فرض شد و در حدیث شریف بنی الاسلام علی خمس: شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و صوم رمضان و الحج البیت. بنیان و پایه ها و اصول دین که است بر پنج چیز استوار است که یکی از او روزه است. تا که روزه را ما قبول نداشته باشیم منکر فرض. خب فرض چی است؟ فرض عبارت است امو ثبوت از او به ثبوتش قطعی باشه و دلالتش هم قطعی به موضوع باشه که به قرآن قرآن کریم و حدیث متواتر باشه. این فرضیت است. کسی که از فرضیت روزه انکار میکنه، از فرضیت نماز، از فرضیت زکات و حج اینا انکار میکنه، او کافر میشه، از دین اسلام دور میشه. خب فرق بین واجب و فرض اینه می است که او هم به قطعی و ثبوت است به طرف توسط قرآن یا توسط حدیث ثابت شده، اما ظنی و دلالت است واجب. دلالتش بر موضوع ظنی به گمان میشه. خب انکار واجب، اگر کسی واجب انکار کنه این فاسق میشه، کافر نمیشه و گناهی کبیره مرتکب شده. هر کس که از فرضیت رمضان که فرض است از فرض اگر انکار میکنه کافر میشه و سخت گناهی کبیره را مرتکب شده. خب این روزه بالای کیها فرض است؟ روزه ما مبارک رمضان بالای مسلمان: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان آوردید، مسلمان هستید، بالای شما روزه فرض است. قسمی که بالای یک تا پرستان سابق قبل از شما فرض بود. در قدم نخود باید کسی که روزه میگیره مسلمان باشد، دیگه عاقل باشد. بالای مجنون روزه فرض نیست، عاقل باشد، بالغ باشد، به حد تکلیف رسیده باشه. یکی تکلیف شرعی است، یکی تکلیف قانونی، یکی بلوغ. بلوغ شرعی است که هرگاه یک دختر خانم به مواصفات شرعی بلوغی که میرسد دیگاه شریعت که مکلف به نماز میشه و به روزه میشه، و همچنان یک بچه جوانی که به حد تکلیف میرسه که بعض اوصاف برایش ظاهر میشه، او میتونه که روزه بالایش فرض است که باید روزه بگیره. اگر روزه نگیره گناه بزرگ کبیره را مرتکب شده. خب ما گفتیم مسلمان باشه کسانی که روزه میگیره، عاقل باشه، بالغ باشه، صحتمند باشه. کسی دیگه که عاقل است، بالغ است، مسلمان صحتمند نیست، بالای فرض نیست، یکی دیگه مقیم باشه، بالای مسافر روزه فرض نیست. بنان این 5-8 خاص میتونن که، و دیگه خانم ها در حالت حیض و نفاس نباشن که بالایشون روزه وجه فرض نیست. بله. این چند اشخاصی است که باید اینا روزه اگر در حالت اسلام باشن مسلمان بگیره، مریض نباشن، مسافر نباشن. بله. این هم یک تعریف کلی از رمضان و روزه و حکم روزه بود که استاد گفتن، و بعد از وقفه خیلی کوتاه سوالی هست که در ذهن شما هم هست و سوالی که روی هر بخش شما در رابطه با استقبال از ماه مبارک رمضان از استاد سوالات خواهد داشت. فقط بعد از وقفه خیلی کوتاه با ما همراه باشید. بازم با شما هستیم، خیلی خوش آمدین. موضوع امروز برنامه ما استقبال از ماه مبارک رمضان است که چگونه باید استقبال بکنیم، یعنی مسئولیت های ما چی هست در این یک ماه مبارک رمضان که خیلی باید توجه داشته باشیم. استاد همچنان با ما هستن، اگر چیز سوال دارین در رابطه با ماه مبارک رمضان 020-212-93 فعال است و میتونین تماس بگیرین، سوالاتان را در جریان بگذارین با ما. استاد قبل از وقفه اون همه افراد را هم گفتین که روزه بالایشان فرض است و یک تعداد که مثلا گرفتن میتونن نظر به دلایل بخصوص خودشان که شما هم در رابطه اشاره های داشتیم، مثلا یک تعداد که مریض میباشن و گرفتن میتونن در کدام حد میشه، مثلا روی بعض مریضی های هم شما بگین که حالا از نظر اسلام هم به اونا یعنی گفته شده که اگر روزه هم نگیرن یعنی یا بالایشان روزه فرض نیست. مثلا ما خانمایی را داریم که اونا شیرده هستن، در این حالت چگونه باید موارد شرایطش چی هست؟ روی همه بخشش میخوام از شما صحبت بکنیم. تشکر. قرآن برای ما اجازه دیر داده کسانی که مریض هستن اونا میتونه که افطار کنن. بله. خب کدام مریض؟ یک تعداد ما هستیم که وقتی روزه میایه بانه های میکنیم، ما تکلیف معده داریم، تکلیف سردردی داریم، پایدردی داریم، تکلیف کلیه و گرده و گپا داریم، برای ما باید او بخوریم. خب میار در این شریعت بزرگ اسلام میار ام دکترها را قرار دادن که دکتر کی باشه. بله. وقتی که دکتر سند ادیر براتون میده که تو میتونی افطار کنی، میایم کمک پیشتر سر دکتر که دکتر کدام دکتر باشد. از اول خود دکتر باید دکتر مسلمان باشد، به با عقاید اسلامی باورمند باشد، دیگه خودش روزدار باشد، روزه را بگیرد، پابند روزه باشد. بله. پابند امامر اسلامی باشد،
و در شریعت یک مقدار بفهمه از علوم اسلامی بفهمه که بود دکتر هم باشه در شریعت هم یک چیز بفهمه و دکتر حاذق باشه. هر دکتر کوچه نمیتونه که یک جای باشه بگه ما این دکتر است ولی که به حد مو تخصص نرسه باشه ما من حیث یک دکتر رو شناسایی کنیم و بگیم این برای اجازه داره فلان دکتر. نه، دکتر باید مسلمان باشد، خودش روزه‌دار باشد، با پابند دین باشد و حاذق باشد. دکتر بسیار فهمیده باشد که بگه که اگر تو روزه بگیری شاید که تو مشکلات برات زیاد شوه، تلف شوی یا گرده ات از بین بره یا معده زخم شوه یا مثال هم اینجا باز میتونه که برای تو سند شوه. این که اگر سر ما درد کرد ما بگویم ولاد دکتر میگه کسی که سر درد است باید روزه بخوره، کسی که باید معدهش درد میکنه باید در رمضان معده درد کنه چون احساس گشنگی میکنه، شکم درد آدم میشه، روزه معده درد میشه، گرده درد میشه چون تشنگی آدم خسته میسازه، هوا گرم میباشه یا سرد میباشه، هر وقت چیزی میباشه. خب کوشش شوه که دکتر برای ما سند بده که همه گپ ارتباط میگیم با دکتر متخصص. خب مادرای شیرده شما گفتین شریعت به خاطر آسانی و یسر برای ما آمده، هیچ وقت شریعت محمد رسول الله دین اسلام به خاطر سختی نامده که انسانها را در هلاکت و تهلکه پرده. هرگاه به خاطر از این که ما صحتمند باشیم روزه برای ما فرض شده. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه صوم تصحیح ابدانکم و کما قال رسول الله شما روزه بگیرید و صحتمند شوید، بدنهایتان را صحتمند بسازید. یک روزه یک ماه تربیتی است، مثل که ماشین های موتری که امروز ما شما چالان میکنیم و فیلتر از دوره همه چیزش پاکسازی میکنیم، یک چک عمومی میکنیمش. امی یک ماه مبارک رمضان در قات 12 ماه که در هر سال یک ماه میه یک فیلتر وجود است که نگاه صحیحش که میشه با دور دکتر صاحبا خوبتر چون اهل تخصص نوا صحبت کنن. خب از نگاه دینی دین برای ما اجازه داده کسانی که شیر میتن اگر برایشون دکتر صاحبا تجویز میکنه که شما طفلتان شیر نتین، شیرهای از پودری استفاده کنین، یا اگر شیر میتی شیر برای وجود تو نقص میکنه، برای طفلت اگر نقص میکنه چون تو روزه بگیری شیر در وجود تو کم پیدا میشه یا خشک میشه، بنان روزه تو نگی که سر طفل تو، طفلی که تو در حالت شدیدی از شیر میتیش در او ایام است برای طفل تو صدمه میرسنه، باید شیر اینا روزه نگیرن. و هرگاه شیر برای خود یک خانم برای یک مادر از دین ما شیر خود برای خودش برای وجودش صدمه میرسونه، بازم از طرف دین مبین اسلام برای دید چی کرده اجازه از دیر داده که اینا روزه نگیرن. و یک تعداد از خانم های حامل هستند که اینا در بطنشان جنین هستک، اونا اگر به چیز دکتر دیگه به فرمایش دکتر یا به داشته های دکتر که برایشان میگه که اگر تو روزه بگیری سخت به بالای جنین تو صدمه وارد میکنه، خدا نخواسته از بین میره، یا پسان اگر او تولد شوه شاید که مشکلات برای دو سوی تغذیه و تغذی باشه و امثال هم، بنان اونا میتونن که به خاطر از اینکه جنینشان صدمه وارد نشه یا بالای خودشان صدمه وارد شه اونا میتونن که چی کنن این روزه را بخورن. استاد هم تو که شما هم و همه ما میفهم وقت روزه میگیره مثلا سر تا پا باید روزه باشیم، چشم گوش زبان همه این را بارها گفتیم و همگی هم میفهمن. بعضن خب رایج است که غیبت کردن بعض اعمال است که مثلا در میان خانواده ها میان افراد وجود داره، ولی ما میخوایم این که این موارد را که یا بعضن اعمال ناپسندیده که هست ما مد نظر نمیگیریم چی تاثیر روی روزه ما میتونه داشته باشه و دقیقا در این رابطه همیشه استاد معلومات بتیم که باعث چقدر تاثیر منفی را در روزه ما میتونه داشته باشه. تشکر. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجه ان یدع طعامه و شرابه او کما قال رسول صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی درباره رمضان می فرماید هر کسی که رذایل اخلاقی را، کارهای منفی اخلاقی که تو سر می دنه، کارهای زشت اگر اعلان نکنه، تهمت و غیبت و نمامت و سخنچینی و جنگ اندازی و الفاظ زشت بدخلقی را چی در خانواده چی در اجتماع اگر اینا خاتمه نبخشند فلیس لله حاجه، الله تبارک و تعالی حاجت به بسته کردن دان و زبانش دیگه نداره، فقط یک مشت از یک لقمه غذا را نخوره و یا یک گیلاس آب نخوره، الله هیچ ضرورت برش نداره. اصلا شخص آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله گفت یا رسول الله صلی الله علیه و آله اینی هم سایه با مجرد از یک صحبت شما قطع میکنیم. تماس داریم بیننده ما روی خط تلفن حسن. سلام، خیلی خوش اومدین، بفرمایید. سلام علیکم. سلام، خوش آمدین، خدا معرفی بکنین و اطمان سلام. سلام، تشکر، زنده باشه. میش خدا معرفی بکنین. میشنوین صدای ما؟ اگر هستین صحبت بکنین تماس شما. سلام علیکم.
از خیرخانه با تماس شدیم و خاطر مولوی صاحب گفت که به خاطر مریضی که کسی روزه میگیره یا میخوره. بله هست مشنویم. بفرمایید شما سوالتان رو بپرسید. متاسفانه که تماسشان قطع شد. همین مشکل است وقتی تلویزیون رو بلند میکنین هر دو صدا یک جا میشه و تماس شما قطع میشه. استاد بفرمایید. خب اون صحابی آمدن گفتند یا رسول الله صلی الله علیه و آله همسایه ما کس بله روزه میگیره، شما متوجه باشید روزه میگیره، نماز میخونه، تهجد هم میخونه، به جماعت ها و به امثال هم دست خیر هم داره برای یکان فقیری که پیش دروازه شون بعد چیدام میده. خب مگر ما از شر زبان دستش در امان نیستیم، ما را خیلی اذیت میکنه. بنان رسول الله صلی الله علیه و آله برش فرمود که اهل دوزخ است این مرد یا ایزان از اهل دوزخ است ولو که روزه میگیره. بنان روزه ما فقط اگر بستن زبان باشه که ما دهن بسته کنیم، آب نخوریم و غذا نخوریم و این شکل نیست. الله تبارک و تعالی فرمود در حدیث قدسی کل عمل ابن آدم له الا الصوم، تمام اعمال ابن آدم برای خودش است مگر روزه. الصوم لی و انا اجزی به، روزه که است برای ما است، به خاطر ما است و جزا و پاداش شما میتون. ملائک ایران میمونن ما پاداش روزه داره که امروز به خاطر تو الله از صبح صادق تا غروب آفتاب تشنه است، گرسنه است، بیچاره شده، تکلیف است برش. ما چی پاداش بدیم؟ گفت شما پاداش دادن نمیتونید، ما باید پاداش شده. دقیقاً. زکیه جان روی خط تلفن هستن، خدا کنه تماسی بیننده ما قطع نشه. زکیه جان سلام، خوش آمدید. سلام علیکم. خوب هستید؟ سلامت زنده باشین. بفرمایید سوال دارین؟ گفتم ما نه درستم وای نه من دیگه دستم خوب از گرفتیم سوالتون، تشکر از تماس شما. تشکر خواهر عزیز. ما پیشتر گفتیم که یکی از اسباب رخصت که است مریضی است. خب چون شما مریض هستین، الله تبارک و تعالی برای کسانی که مریض است اونا را اگر استاده نماز خوندن میتونه، چون فرض است که استاد شوه قیام، اونا را میگه بشینین. اگر شیشته برای شما تکلیف میشه میگه به پهلو بخوابین نماز بخونین. اگر خوابم بنان در روزا ما این شکل است، وقتی که مسافر شدی، وقتی که مریض شدی روزه سر شما نیست. بنان خواهر عزیز ما معیار گفتیم، چون تو از نگاه طب شما پیش دکتر متخصص تایپ کن برین، اونا برای شما مشوره میده. اگر اونا مشوره داد که در این ایام برای شما روزه گرفتن سخت برای جنینتان تاثیر بد میکنه و همچنان برای خودتان تاثیر بد میکنه، بران میتونه که از شریعت رخصت داده. به خاطر چی؟ به خاطر که تو صحتمند باشی. روزه به خاطر صحتمندی خودت است. وقتی که تو صحتمند نباشی در این حالت که تو قرار داری، بران که دکتر متخصصت مشوره کو که اگر اونها اجازه ازیرا میتن، از طرف شریعت برای شما اجازه است که شما روزیتون افطار کنین و قضاییش هم میشه که ایامی که بعد از اینکه شما صحتمند شدین خوب به حالت اولیتون پس برگشت کردین، باز میشه که شما قضایی هر روزش در مقابل هر روز، هر روز شما روزه 5 روز خورده باشین، 10 روز خورده باشین، یک ماه خورده باشین، یک ماه روزه بگیرین، 5 روز خورده 5 روز روزه بگیرین. استاد یک چیز عام است میان مردم، مثلا یک تعداد که ماه مبارک رمضان می مثلا میگه ما صحیح اگر روزه میگیریم، مثلا ما در برخوردهایی که داریم در کارهایی را که انجام میدیم ما تغییر، یعنی ما مثلا 11 ماهی را که با همچون رویه و برخورد بودیم در یک ماه اگر تغییر بکنیم چی تاثیر میکنه. بعضی ذهنیت ها هست هنوز هم به این فکر است، یعنی تفاوت ماه مبارک رمضان با 11 ماه دیگه چی هست و چرا در این ماه، یعنی اون همه احکام که است و موارد که گفتاش در شرایط که گفتاش در خیلی باید دقت بکنیم. روی این موضوع صحبت های استاد هم میشنویم. بعد از تماس بیننده ما سلام، خوش آمدین، بفرمایید. سلام علیکم. سلام برادر عزیز، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوال دارین. نتیجه همه رفتم سوال مایی بود از جناب استاد به ما مبارک رفتان اگه مسئول زدن اصل زدن جایز اتنیم. بسیار خوب، سوالتان گرفتیم، تشکر از تماستان. استاد بفرمایید. زنده باشی برادر محترم. ما همچنان تبریک میم برای شما روزه را، روز اول ماه مبارک رمضان، به امید از اینکه طاعات و عبادات ما شما مورد قبول درگاه حق شوه. خب چیزی که در روزه صدمه نمی رسانه، روزه را مکروه و باطل نمی سازه، همین مسواک است. شما می توانید، پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلات، ای فی وقت کل صلات. اگر مشقت بالای امت من نمی بود خامخایا را امر میکردم که چی میکردن، مسواک میداشتن، هر وقت که وقت نماز وضو میکردن باید مسواک میکردن. خب چوب یک نوع مشقت است، پیامبر صلی الله علیه و آله به حالت خود ما را گذاشته.
اگر این کار کنیم بهتر و خوبتر است. در ماه مبارک رمضان برای یک مسواک زدن کار است که بهتر و خوبتر، مکروه هم نمی سازد. خب عطر، در قسمت عطر گفتین، علماء اسلامی میگه که عطر کار بهتر است. خب در رمضان مبالغه صورت نگیره، عطر بزنین بسیار کم، چون در تراویح میرین. خب او اگر بوین تراویح، خب اوجه روزه نیست. در ایامی که روزه شما دارین میتونین که عطر استفاده کنین، عطر بسیار کم. در نمازهای جمعه مثلا میرین، در نمازهای پنج وقت است عطر بسیار کم. اما یک مشکلی که بین علمای معاصر واقع است که این استفاده از کریم دندان برس است. خب میشه که شما در ایام مبارک رمضان اما کریم دندان وقتی که سحری میخیسین، غذا که تمام میشه، او وقت میتونه که شما برس کنین، و همچنان در افطار که کردین، او وقت میشه که از برس و کریم دندان استفاده کنین. اما در مسواک هیچ کدام جای اشکال نیست، شریعت ورای محمدی برای ما اجازه کردن. و عطر میشه که به شکلی که مبالغه داشت نشه، یعنی زیاد نشه که بوی بسیار زیاد شوه. خانم ها میتونن که استفاده کنند عطر. خب خانم ها یک فرق با آقایان داره، خانم ها میتونن که در خانه هایش استفاده کنند، اما در ملای عام استفاده کردن عطر از طرف شریعت برای خانم ها کمک مشکلات ایجاد میکنه. دیگه میشه که عطر استفاده شوه، مبالغه در عطر صورت نگیره. استاد، در ماه مبارک رمضان، خب برای از اینکه ما بقیه ماه ها نماز میخوانیم، عبادت ما در ماه مبارک رمضان یعنی که باید چگونه باید باشم؟ اون راه ها و روش های درست عبادت ما هست. مثلا بعض استاد روزه میگیرن ولی مثلا تمام روزه در خواب تیر میکنن که سپری شود روز، ولی این راهشون بگوین که عبادت ما چگونه باید باشه. بعد از تماس بیننده ما شبنم جان روی خط تلفن هستن. سلام، خوش آمدین. دوا میگن که روزه میگیرم، میگیم درد میکنم، دوا پروزور میخورم. روزه میشه یا نمیشه؟ خب تشکر از تماستان، سوالتان را گرفتیم. بشنویم از سریخ تلویزیون. خواهر عزیز سلامت باشین. خب هر آن چیزی که در میده داخل شوه، چی آب باشه، چی نان باشه و چی دواهای باشه، ای در حتی امو اگر یک کس تکلیف میده داره، اما پایپ اندوسکوپی علمای معاصر میگن اگر پایپ اندوسکوپی در وجود داخل میشه، در میده داخل میشه، خب اگر چرب شده باشه با چیزای کریم هایی که اونا ضرورت است که باید رو چرب کنن، اونجا روزه شما از بین میره. خب چی خاصایی که شما امپرادول یا گلی های یا قرص های سردردی یا میده دردی چیزا رو استفاده کنید، روزه شما اگر تو به او حد هستی که تکلیف داری که تو باید حتما در دو وقت سه وقت استفاده از قرص ها کنی، خب شما با دکتر صحبت کنین. اگر شما را اجازه روزه را داد، خوب که روزه بگیرین و بر شما اشکالشان میگه که شما چی وقت استفاده از دوا کنین. شما میتونه که در وقتی که افطار کردین، پیش از افطار شما که وقتی که افطار پیش از اینکه غذا بخورین، وقتی که افطار کردین با دوایش خود افطار کنین و بعد از یک 10 دقیقه 15 دقیقه صبر کنین شما غذایتان رو بخورید. میشه که در سحری هم شما همی دو مرتبه، چون دوای معده اکثرا دو تایم می باشه، طرف صبح شب، شما میتونید به جای صبح شب از طرف سحری و از طرف افطار شما ایرا استفاده کنین. خب وقتی که شما دوا را بخورین، چی قرص امپرادول باشه و چی قرص های مسکن دیگه، روزه شما مشکنه. خواهر عزیز ما کوشش کنین روزه را در وقت می افطار چی کنین، قرص بخورین که شما روزه نداشته باشین، برای شما فایده. اگر در او حالت هستین که روزه حتماً باید شما قرص دو وقتی وقت بخورین، با دکتر متخصص شما برای شما اجازه میکنه و از طرف شریعت هم برای شما کل مشکل نیست. استاد صحبت ها خیلی زیاد است ولی وقت ما تمام شده. خیلی کوتاه پیامتان رو میخواییم داشته باشیم. خیلی کوتاه. تشکر، سلامت باشین. رسول الله صلی الله علیه و سلم پیام به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اکتفا میکنم. پیام ای باشه که در این ماه مبارک رمضان، چون درهای بهشت باز است، درهای دوزخ بسته میشه، شیاطین بسته میشه، بیایی که ما استقبال رمضان را توأم با خلوص قلبی، یک نیت جدید کنیم به الله که ما این ما را از گناهان گذشته خود پاک میکنیم، عبادت های بسیار زیاد داشته باشیم و کوشش کنیم، چون اجر این روزه را الله تبارک و تعالی خود بر ما میده، یک انسان متفاوت از روزهای گذشته باشیم، یک انسان بردبار با عقیده جدید. و هر کس که برای ما چی در نظام خانواده چی در نظام اجتماعی وقتی مداخل میشیم، فقط امی لفظی که رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما میفرماید که هر کس برای تو کلام زشت و الفاظ ناسزا و بد را برای تو القا میکنه، برات میگه، تو فقط برش دو مرتبه بگو که یا الله، من مرد یا زن روزه دار هستم، من روزه دارم به خاطر روزه ای دارم که تو
جر و بس نمی کنم. الفاظ زشت را فقط امکان بگم من روزه دار هستم. دیگه همه امت مسلمه و خصوص مردم شریف افغانستان به درگاه حق می سپارم. بله، تشکر استاد، شما سلامت باشین. این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. سلامت باشین از اینکه بازم با ما همراه بودین و دوستای ما که تماس گرفتین، ان شاء الله سوالاتتون حل شده باشه. خدا نگهدار همه ما، شما تا دیدار بعد.